درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان. با ادامه آموزش اچ ام آی پنل مستر یا پی ام وی او در خدمت شما هستیم. خب در اینجا میخوایم از پورت 4 ماژول اف بی اس سی ام 55 پی ال سی فتک به اچ ام آی پنل مستر میخوایم وصل بشیم. خب اولی من یه برنامه ساده مینویسم توی پی ال سی، برنامه‌ای که الان وجود داره، مثلا الان این برنامه سی وجود داره. فرض برای میگیم که ما مموری 1922 که فعال میشه میخوایم عمل شمارش رو اینجا بیایم انجام بدیم. خب من میام اینجا و فرض برایم بگیم که من یه تابه میارم اینجا، تابه مثلا INC increase کنه، مثلا چی رو؟ مثلا increase کنه آره مثلا 200. خب آره 200 رو بیاد افزایش بده. بعد اینجا میتونیم بیایم چیکار کنیم؟ یک همون MSF که در واقع استارت ما هستش رو میتونیم استفاده بکنیم. حالا یا از همونجا شاخه انشعاب میگیم و اینکه کنتاکت باز میزنیم، میگیم هر موقع MSF فعال بود و دستور مقایسه. باز اینجا میام تابع فانکشن رو میارم و توی قسمت اینجا اگر اشتباه کامپر مقایسه بزرگتر مساوی اگر بود، بزرگتر مساوی چی؟ مثلا آره 20 آره 200 نسبت به چیزی که ما میخوایم بهش بدیم، مثلا آره 300. اگر آره 200 از آره 300 بزرگتر مساوی بود چیکار کن؟ مثلا ریسیت کن آره 200 رو. اینجا میام ریسیت میکنم آره چی رو؟ آره 200 رو که دوباره از اول بشم. درسته؟ هر بارم که این فعال میشه وای صفر به اصطلاح فعال میشه. این برنامه هست اینجا. حالا اینکه اینجا لبه میخواد یا نه رو توی برنامه بهتون نشون میدم. خب تا اینجا من برنامه رو سیو میکنم. این برنامه رو مثلا میذاریم به عنوان برنامه 31. خب اینجا آنلاین میشم. ببینید خب اینجا نرم افزار وین پرو لدر رو با پی ال سی آنلاین میکنم. خب اینجا ران میشم و ام اس اف رو جا فعال میکنم ببینم عملکردش به چه صورته. خب آر 300 رو من باید مقدار بدم دیگه، اگر مقدار ندم خب اینکه کار نمیکنه، بلافاصله میاد ریسیت میشه. خب آر 300 رو میام و توی HMI براش برنامه نویسی میکنم. میام یه دونه نیو میزنم، میگم 031 نیکس 7 اینچ پیکا 2070 نیکس. خب اینجا تنظیمات رو باید بهش بگیم دیگه، باید بگیم PLC ما چیه؟ PLC ما فتکه. خب این که الان ما با پورت 4 میخواییم کانکت بشیم، آیا توی تنظیمات اینجا یا تغییری ایجاد میکنه یا نه؟ خیر، از برنامه قبلی و آموزش قبلی میدونیم که 485 لینک 2ه، next 9607 event 1 اینا هم دست نمیزنم. اینجا این صفحه رو باز میکنم. خب یه دونه باتون میذارم اول. خب چون فتک رو معرفی کردیم، اینجا خودش دیگه MSF رو میشناسه. من MSF رو اینجا وارد میکنم. حالا اون حالت فعال و غیر فعالیش رو میذاریم همون باشه. آف مثلا فقط مینویسم MSF که بدونم این MSF رو آف MSF و آن MSF. درسته؟ این از این. هر بارم که فعال میشه یه دونه اینجا بیت لامپ میارم. خب اینو مقدارشو میذارم چند؟ در واقع این میشه وای صفر. خب اینجا لیبل هم میتونیم آن آف باشه، همین میذاریم آن آف باشه. آف مینویسم وای صفر. خب اینجا می نویسم وای یک، ببخشید وای صفر، آن و آف وای صفر و وای یک. حالا اینا رو میتونیم اگر خواستیم یه ذره ابعادش رو بزرگتر بکنیم. خب اینا رو میتونیم فونتاش هم یه ذره بزرگتر کنیم. خب من اینجا میگیرم اینا رو، یه ذره بدین
اینجا فونتشو مثلا میذارم 10، اینم فونتشو میذارم 10. خب اینا هم به همین صورت. خب این تا اینجا درسته؟ MSF وای 0 رو الان اینجا داریم. حالا یه دونه نامریک اینجا در نظر میگیرم. ما اینجا دو تا نامریک داریم، یه دونه نامریک اینتروی داریم که اون آره 200 هستش که من اینجا میذارم و بعدا بهش مقدار میدم. یه آره 200 داریم اینجا و یه دونه چی داریم؟ یه نامریک دیسپلی هم داریم که همون آره 100 رو میخواد به ما نشون بده. درسته؟ این آره 200، این آره 100. خب اینجا میتونم بیام تعداد رقماش رو مشخص بکنم. مثلا میگیم دو رقم بیشتر نباشه. خب آدرسش چی باشه؟ این نامره دیسپلیه، آره 100 بود دیگه. اینجا من آره 100 رو وارد میکنم. ببینیم آره 100 اینجا وارد شد، شد دو رقم. اندازشم مثلا 12 یا حتی بزرگتر 13. خب اینم میشه چی؟ آره 200. اینجا وارد میکنم آره 200 رو، اینجا آره 200 رو وارد میکنم و تعداد رقمش هم همون دوتا بیشتر کافیه، نمیخوام بیشتر باشه. خب اندازش هم یه 14. خب بعد این بالا میتونیم تکس اضافه بکنیم. اینجا اجازه بدین من اینجا درو و تکس، یه تکس اینجا میذارم، اینو میمیسم بی صد. درسته؟ اندازه فونتشو بزرگتر میذارم. میشد دی صد، رنگش هم مثلا میتونیم عوض بکنیم. خب یه دونه دی دیویست هم اینجا داریم، آره صد و آره دیویست. درست من اشتباه نمیشتم. اینجا میشه آره 100 و اینم آره 200. تا اینجا درست؟ خب حالا اینو سیوش میکنم. ببینید سیوش میکنم کامپایل. حالا برای که زیباتر بشه، حالا شما اگر فرصت داریم میتونید مثلا توی این قسمت آن و آف باتون میتونید حالا شکلهای مختلف بهش اختصاص بدین و یه مقدار از این حالتی که هستش میتونید زیباتر بکنید گرافیک برنامه‌تون. مثلا زمانی که فعال میشه رنگش سبز بشه، یا اینجا نوع این مستطیلی که هستش میتونید تغییر پیدا کنید. خب من برنامه رو دانلود کردم. خب یه بار دیگه میام توی الان برنامه PLC، الان آنلاین هستیم. خب هر دو تا مقدار آر 100 و آر 200 چنده؟ خب ما اینجا اشتباه کردیم، اینجا گفتیم آره 200 و آره 300، توی برنامه آره 100 و 200 استفاده کردیم. برای همین من اینجا آفلاین میشم، اینو میگم آره 100. درسته؟ آره 100. اینجا میگم آره 100 با 200 مقایسه بشه. من اینجا اشتباه کردم. خب 100 با 200. خب اینجا تموم شد. باید یعنی به اون عدد که رسید آره 100 رو چیکار کنه؟ به اصطلاح باید ریسیت کنم. خب دوباره آنلاین میشم. خب الان MSF رو ما اپریشن یا عمل کردش رو درست نکردیم، که اینجا من میام اینو درستش میکنم. این MSF رو اینجا باید بهش بگیم ببین الان ست آنه، من باید اینورت انتخاب بکنم که بتونم هم آنش بکنم هم آفش بکنم. ولی اگر رو حالت ست باشه فقط میتونم یکش بکنم. خب این اشتباه بود دیگه. خب اینم برعکسش درستش کردیم، عمل کرده باتون رو. حالا میام اینجا رو حالت آنلاین. خب تا اینجا. خب حالا میام به اولی که HMI رو اینجا ران میزنم، برنامه من باید فعال بشه. ببین با کام 4. خب کام 4 هم قبل از اینکه الان میبینم که برنامه داره به من نشون میده. خب اون آر صدی که داریم میبینید 11 هستش، از برنامه قبلی که حالا بودش آره 11 رو داره به ما نشون میده.
من میام توی قسمت سیتینگ پورت 4 رو میارم. ببین پورت 4 الان اوکیه. فتح کامیونیکیشن پروتکل 9600 ایون 71. مثلا این 7 رو اگر من بکنم 8 کار خراب میشه. ببین به معنی که این بره بشینه روی HMI کار من خراب میشه. ببینید که شما روی صفحه کامیونیکیشن ارور رو دارید. باید حتما تنظیماتی که توی HMI در نظر گرفتیم با تنظیماتی که اون پورت یا کام شما هستش باید یکسان باشه، که الان اینجا من دوباره تنظیمات رو درست کردم با اون چیزی که توی HMI ارور کامیونیکیشن من میره. خب اون فکر کنید که 11 من اینو تاچ میکنم، مثلا مقدارش رو میدم 20، درسته؟ حالا MSF رو فعال میکنم. ببینید خیلی سریع اتفاق میفته. شما اولا میبینید که آلسد برای به جای اینکه هر یک ثانیه یه بار اتفاق بیفته خیلی سریع داره به سیستم و به برنامه شما داره واکنششون میده. دلیلش این هستش که ما گفتیم که اینجا بیاد اینکریز بکنه. اینکریز حساس به لبه هستش، یعنی شما زمانی باید از این اینکریز استفاده کنید که اینجا لبه باشه. وقتی که میایید از به اصطلاح خود کنتاکت استفاده میکنید، تا زمانی که کنتاکت فعاله این هی میشموره. برای همین اعدادی که به شما نشون میده خیلی سریع، تغییرات خیلی سریع است. من اومدم اینجا یه لبه بالا رونده استفاده کردم، گفتم هر موقع MSF و مموری 1019 فعال شد شما یه دونه بشمور، دیگه بیشتر از یه دونه نشمور. حالا PLC رو میبرم روی حالت ران و عملکردش رو میبینیم چه اتفاق میفته. خب الان MSF غیر فعاله، من میام از روی HMI MSF رو فعال بکنم. شما توی حالت آنلاین وین پرو لادر میبینید که MSF فعال میشه. ببینید MSF فعال که میشه، خب الان داره هر یک ثانیه یه بار میشموره. ما اومدیم اینجا از پورت 4 استفاده کردیم، آره 485 پروتکلشو گذاشتیم فتک 7 ایون 1 اسکی. اصلا مهم نیست پروتکل چی باشه، مهم اینه که سمت HMI PMView و PLC فتک شما این ارتباطه دقیقاً یکسان باشه. ما گفتیم لینک 2 485 7 ایون 1 9600 اسکی، دو طرف این تنظیمات رو انجام دادیم و از طریق اون کابلی که اینجا شما میبینی، من اومدم چیکار کردم؟ از طریق این کابل من یه بار به شما نشون میدم، این دی بی 9 هستش که پورت در واقع 9 پین هست. 6 و 1 رو کشیدم بیرون، 1 مثبت و 6 منفی. 1 رو وصل کردم به اینجا مثبت پورت 4 و 6 هم وصل کردم به اینجا منفی. اینم که کابل پرینتر هستش برای دانلود برنامه هست، اینم کابل پروگرام خود PLC فتک سری FPS هستش. خب برنامه رو اینطور نوشتیم که گفتیم که آره در واقع 100 برای نامرگ دیسپلی هستش، یعنی به عنوان نمایش فقط، ولی آره 200 به عنوان چیه؟ نامرگ اینتروی هستش. من میتونم عددش رو تغییر بدم، مثلا من اینجا میذارم 5، درسته؟ من 5 بذارم چه اتفاقی میفته؟ ببینید به 5 که برسه غیر فعال میشه، ریسیت میشه و دوباره از اول میشه، یعنی حالت متغیر داره دیگه. هر عددی که من بخوام میتونم به آره 100 و به آر 200 اختصاص بدم. مثلا اینجا میذارم مثلا چند؟ میذارم 35. خب این بار دیگه تا 35 میره میشموره. اینجا هم شما میبینید که این بیت لامپ هر بار که وای اس اف داره فعال میشه یه بار آن آف میشه. هر بارم که من این ام اس اف رو غیر فعال بکنم عمل شمارش دیگه متوقف میشه. چرا؟ چون مموری 1922 به تنهایی نمیتونه عمل شمارش رو اونجا انجام بده. من دوباره فعال میکنم تا عملکرد ادامه پیدا کنم. پس دیدین که خیلی راحت با RS 485 لینک 2 و 6 و 1 اومدیم ارتباط HMI PMView رو با پورت 4 ماژول FPS CM55 اومدیم برقرار کردیم. پس الان اینجا شما میبینید که این CPUی که ما داریم استفاده میکنیم، CPU 20MC T2ی که داریم استفاده میکنیم، ارتباط 485ش با HMI PMView توسط ماژولی که از سمت چپ بهش اکسپند شده برقرار شده. یعنی ما چیزی رو به خود CPU وصل نکردیم. این کابلی که شما الان میبینین وصل به CPU برای حالت آنلاین نرم افزار بیم پرو لادر داره استفاده میشه، برای دانلود و آپلود و حالت آنلاین نرم افزار PLC فتک استفاده میشه و این ربطی به ارتباط بین PLC و HMI نداره. ارتباط PLC از طریق این دوتا سیمی که اینجا هستش داره برقرار میشه و عملا پس ما یه جایی اگر بخوایم 485 و قابلیت مودباس رو به CPU فتح خودمون اضافه بکنیم، میتونیم از
ماژولی مثل FBS CM55 استفاده بکنیم. اومدیم HMI رو هم گذاشتیم روی حالت لینک 2 و RS-485 و مودباس و این ارتباط اینجا برقرار شده. اگر تنظیمات پورت شما روی حالت آنلاین دو طرف یکسان نباشه اون ارتباطه برقرار نمیشه. بس اولین کاری که شما انجام میدید اگر از سیم بندی خودتون توی حالت مودباس مطمئن هستین، تنظیمات HMI رو یعنی اون لینک 1 یا لینک 2 که توی نرم افزار PM Designer شما طراحی میکنین، اون تنظیمات رو با سمت PLC که اینجا PLC FATEC هستش با هم دیگه مقایسه بکنین. اصلا مهم نیست که چه تنظیمی باشه، فقط کافیه که دو طرف تنظیماتشون یکسان باشه. پیروز باشه.